یادم بعد از کشتار سال 67 تو بهداری اوین بستری کردن، تو شعبه بازجویی پشت در شکنجه شب از حال رفته بودم. نیمه شب بود، فکر کردم حس کردم یه نفر اومد بغلم خوابید. هنوز چشام گرم نشده بود که دیدم زمین زیر پام لرزه در اومده. از خواب پریدم، از هول و حراس دیدم اون که بغلم هست داره خرخر میکنه و جون میکنه. اول فکر کردم حمله سر بهش دست داده، بعد نگاه کردم دیدم پاهاش تا زانو توی باند پیچی شده است، تو پلاستیکه. شاید سخت‌ترین روزای عمرم اونجا بود، چون حس میکردم از در و دیوار بچه ها میان. خب میدونستم توی اتاقی من خوابیدم قبلا بچه ها رو، ماها تو اونجا تیکه و پاره نگه میداشتم رو تختی که من خوابیدم. اونا حتی دادگاهی شدن و همونجا بعدش زندانی رو میبردن و اعدام میکردن. شاید فردا قدر این نسل دونسته بشه. نسلی که تو سیاه‌ترین روزهای میانه بود از همه چیش گذاشت. Mr. President, distinguished members of this tribunal. In the dark summer of 1988, prisoners in the Gohartasht establishment communicated with each other in Morse code. By tapping on the cold walls of their cells, they spread the news of the arrival of the mysterious Death Commission, whose mission it was to investigate the piety of jailed political prisoners. The tapping continued, and an unprecedented spate of executions were unleashed. Today, the men and women whose only means of communication some 24 years ago was the sound that their fingers could make upon concrete can speak to this court without fear. Their determination to expose the barbarities of their unrelenting oppressors has not waned. In fact, it has, over the years, become stronger. Now they may speak loudly and with confidence as the Iranian people listen and await historic justice. مشکلات هم بیشتر مشکل رودمه، زخم توی معده‌مه و زخم تو انتهای رودمه. چنین فشارخونم هم خیلی پایین بوده، فشارخونم 3.5 بود وقتی مادم دیگه. و بخشش اینا مشکلات ناشی از زندانه، هم استرس های دوران زندان، هم دوران شکنجه، هم شرایط بسیار بدی که تو دوران زندان داشتی. تا اونجایی که زنده باشم، یا اینکه بتونم حرف بزنم، بتونم راه برم، بتونم تکو بخورم، رو امکان فعالیت ها خودم بگیرم.
هیچ دارویی در دنیا برای من بهتر از این نیست. خیلی موقع خیلی تلاشای ما به نتیجه نرسیده، همش تاثیر منفی داره. ولی وقتی میبینی شما از هیچ یه چیزی ساخته میشه، همه امیدوار میشن، میفهمن میشه یه کاری کرد. برای من هم برمان کسی که پروسه رو گذرونده یا برمان کسی که زنده مونده از تو راهروهای مرگ اومده، خب خیلی دوستا و رفقاش نیومدن، بهتر من باید باشم که امروز بتونم کار کنم. سعیم اینه که ضعف یا این ناتوانی باعث این نشه که در انجام این کار خلل ایجاد بشه. من تو خیلی از مجامع بین‌المللی بودم، از کمیسیون حقوق بشر، تو خیلی جاها شهادت دادم، تو خیلی جاها صحبت کردم، اما تریبونال چون این چیزی نیست که دوباره هم باشه، چیزی نیست که دیگه جای دیگه هم باشه، فرصتی نیست که بازم به دست بیاد، نه، یک باره و من باید اونجا باشم. در مقام سرپرستی گروه دادستانی، مایه افتخار همگی ماست که ما امروز می توانیم در این دادگاه مردمی بین المللی و در حضور قضات سرشناس از سراسر جهان دعاوی خود را مطرح کنیم. این دادگاه به ابتکار عمل هزاران تن از کسانی شکل گرفته است که زندگیشان به طور مستقیم از جنایاتی که ما در این دیوان مورد پیگرد قرار خواهیم داد تحت تأثیر قرار گرفته است. مشخصاً برای رسیدگی به جنایاتی است که بین سالهای 1360 و 1367 به وقوع پیوست، که لااقل بین 15,000 تا 20,000 از شهروندان ایرانی اعدام شدند. جمهوری تازه به قدرت رسیده تلاش می‌کرد با از میان برداشتن مخالفین خود از طریق زندانی کردن آنها و اعدامشان پایه‌های خود را مستحکم کند، که به کشتار بی سابقه هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی منجر شد. اولین قدم در راستای رسیدن به عدالت، آشکار کردن حقیقت این جنایات برای قضاوت در مقابل قوانین بین‌المللی است. اما تحت شرایط حاضر هیچ مرجع دیگری برای رسیدگی به این جنایات وجود ندارد. مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران که مسئول این جنایات می باشند از مسئولیت کامل بهره‌مند هستند. Thank you very much indeed. As we please the court, the first witness. Go ahead. Good morning, Mr. President, Your Honors. Would you please state your complete name for the court? من نادر بوکایی هستم. What is your occupation? I'm a high school teacher in Ontario, Canada. Please feel free to testify in English or in Farsi, whatever you're most comfortable with. In your statement, you mentioned that you were arrested. Can you tell the court the date of your arrest? من در 21 بهمن سال 1359
دستگیر شدم. How long were you in prison? 8 سال من به زندان محکوم شدم و 8 سالم در زندان بودم. You were 23. You were studying an engineering degree at the Iran University of Science and Technology. And then you are taken away for 5 days of questioning. I want to ask you, what were they questioning you about? از ما یه مقداری اعلامیه و نشریه و پوستر جریانی که من بهش تعلق داشتم گرفتن و میخواستن که روابط ما رو خوب کشف سوالها بر اساس اون بود با Just one follow-up. I mean, what was the substance of the flyers and the publications? What were they communicating? It was magazine, leaflets, posters promoting democracy, socialism, anything about revolution. I was offered to give a ke مثلا دیگه با هیچ گروهی فعالیت و اینا نکنم. جواب من این بود که من جرمی مرتکب نشدم که تعهد بدم. اصلا نمیتونم وصف کنم که چه حسی دارم وقتی توی لاهه توی این جمع هستم. دیدن تلاش این جمع برای راه اندازی این دادگاه و بالاخره به ثمر رسیدنش واقعا زیباست. ببین، حکومت ایران همیشه سعیش این بوده که هیچ حرفی در مورد دهه 60 زده نشه. سازمان‌های بین‌المللی هم هیچ کدومشون کاری انجام ندادن، یعنی هیچ عکس‌العملی نسبت به این حوادث هرچی باشون رفتن شد عکس‌العمل نشون ندادن. واسه همین ما تصمیم گرفتیم که هر جوری شده این 3 روز رو پخش مستقل داشته باشیم، هم از طریق اینترنت هم از طریق تلویزیون. نگفتن اگه میگفتن وقت میدادن هر کی میخواست. راه اندازی این دادگاه کار ساده ای نبود. 5 سال طول کشید تا ما تونستیم این دادگاه رو راه بندازیم. هسته اصلی ایران تریبونال رو زندانیان سیاسی سابق و خانواده های جانباختگان دهه 60 تشکیل میده. ببین، اینجا رو که نگاه کنی، بچه های گروه خودمون، گروه مدیا، بچه های انتظامات، بچه هایی که تو سالن کار میکنن، حتی بیشتری کسایی که برای دیدن اومدن، همه اینا کسانی هستن که به نوعی تو دهه 60 صدمه خوردن، هم کار انجام میدن هم شهادت میدن. منم به عنوان شاهد هم خواهم بود که فردا قرار شهادت. فکر نمی کردم که با رفتن شاه ما مواجه میشیم با حکومتی مذهبی، حکومتی عقب افتاده و حکومتی ارتجاعی که همه دستاوردهای قبلی رو هم از بین میبره و این خیلی سخت. سال 57 من در امریکا تحصیل میکردم در کالیفرنیا. مثل خیلی های دیگه آرزو داشتم که بعد از سرنگونی حکومت پهلوی دموکراسی و آزادی رو در کشورمون تجربه کنیم. به همین خاطر مقارن انقلاب بود به ایران اومدم. همه اخشار کشور در اون شرکت داشتن، از روشنفکران، دانشگاهی یا زنان، کارمندان، کارگران. خمینی وعده آزادی و دموکراسی میداد به گروه‌های سیاسی، اما وقتی انقلاب پیروز شد اینجوری نبود. مسامحه حدودی دارد، جلب وجاهت حدودی دارد، تمام احزاب را ممنوع. یک هند، آهنگ
مشرفی. خمینی قدرت رو برای خودش میخواست به انحصار در بیاره. انقلاب در واقع اسلامی شروع شد. پذیرشش، هضمش و مواجه شدن با این واقعیت. و این خیلی سخت. So at that point you were put in a car, blindfolded? Yeah. And at that point were they specifying any particular charges against you? به هم میگفت چپ کمونیست کثیف هستی، پیکاری هستی و ما رو بردن سمت اوین. در اوین میشه توضیح بدین که وضعیت بازداشتشون چطور بود؟ از تو راهروهای طولانی ما رد شدیم. ولی به محضی که در اتاق باز شد با صحنه که روبرو شدیم چون چشمندمون رو دیگه برداشته بودیم، اتاق بود مملو از بچه هایی که شکنجه شده بودن، بچه هایی که همه شلاق خورده بودن و همه ردیف خوابیده بودن و ما بعد از روی اینا رد می شدیم و یه جایی رو پاسداره برای ما درست کرد، گفت شما برین اونجا بشینید. واقعیت این که اتاق فقط بوی خون و بوی نم و بوی وحشت میداد. بعد از اون یه بازجی اومد من رو صدا کرد که به من دو تا دمپایی بزرگ آورد گذاشت، گفتش که چیز اینا رو میپوشی بعدش. من واقعا نمیدونستم منظورش چیه و اومد به منم چیز کرد، گفتش که دو تا لیوان آب بخور برای اینکه بعدش نمیتونی آب بخوری. منم واقعا نمیدونستم منظورش چیه. منو بردش روی در واقع تخت شکنجه و پاهامو محکم کشید به آخر تخت و محکم بست. دستامم به این شکل به دو طرف بست. یک پارچه‌ای بود، نمیدونم چی بود، اونم کرد توی دهنم و شروع کرد به زدن که خب خیلی دردناک بود. ادامه داد، نمیدونم چقدر زد، به شدت عرق کرده بودم و من شروع کردم به تقلا کردن. بعد از اون من به شدت با عرض معذرت به دستشویی احتیاج داشتم و وقتی رفتم دستشویی دیدم فقط از بدن من داره خون میاد. پاهم دو تا پای بزرگی شده بود که واقعا تون دمپایی هم نمیرفتش. Were you able to see a doctor or a physician at this point, at any point? نه. بعد من بعدش تازه بازجوییم شروع شد. ما هم مقابله می کردیم، ما هم نمی خواستیم که همه چیز به اونها واگذار کنیم، اما همه چیز از طرف ما صلح‌آمیز بود، خواسته هامون رو فقط مطرح می کردیم و از اون طرف خشونت و سرکوب شدید. چرا از اول امر اطاعت نمی کنند؟ چرا قیام بر ضد حکومت کردند؟ اینها با قرآن مخالفند. نسبت به اونها اشداء، با شدت، با مشت گره کرده عمل می کنیم به دستور اسلام. خمینی سخنان تحریک‌آمیزی رو علیه عراق شروع کرد و به این ترتیب زمینه‌های یک جنگ رو به وجود آورد. جنگ سرپوشی بود برای سرکوب خواسته های مردم، برای اینکه پتانسیلی که در انقلاب ضد سلطنتی آزاد شده بود رو مهار کنند. اولین رئیس جمهور کشور رو از کار برکنار کردن، دانشگاه ها رو بستن، به دفاتر گروه های سیاسی حمله می کردن و هواداران اونها رو دستگیر می کردن، سازماندهی کردن ترور و وحشت رو تو جامعه. مثل خیلی های دیگه دستگیر شدم. 10 سال دوران زندگیم رو در اوین و گوهردشت و قزلحصار گذروندم. Mrs. Mohsin, can you identify this photograph?
right here in the clerk's hand. این عکس همسرم حسین تاجمیر ریاهی هست. When was the last time you saw your husband? سه شنبه اواسط تیر ماه ساعت 5 بعد از ظهر. ولی بعد از 10 روز توی اخبار شنیدم که 21 نفر گروه اتحادیه کمونیستا سربه‌داران دستگیر شدن همراه با رهبر آنها حسین تاجمیر ریاهی که همسر من بود. Did you ever have any contact with your husband when he was in prison? نه خیر، به خاطر اینکه اونها دنبال من بودن، عکس‌های که تو روزنامه پخش شده که اینها رو اعدام کردند. In your statement, you indicate that your husband's trial and that of his comrades was broadcast on the public television station. Is that correct? بله. Do you have a copy of that broadcast? بله. همراهم هست. آقای حسین تاجمیر ریاهی اصفهانی، و شما ترور افکار می کردید. حالا کدام یک آقای ریاهی، کدام یک شدیدتره؟ ترور افکار شدیدتره یا ترور بدن؟ حسب ترور افکار، ما فکر ما بحث میکرد، صحبت میکردیم با مردم. چرا اینه این انقلاب انقلابی نیست که صحیح باشد؟ انقلاب یعنی افکار مردم را ترور میکرده ای؟ ما اینطور فکر میکردیم که خب اشتباه داره مسیر پی میشه و همین حالم به مردم میگفت. بله، بسیار. مسئول یکی از کمپ‌های داخل جنگل و مسئول سیاسی یک گروه به اصطلاح سربداران، اینم بوده. درسته و بله، درسته. یا کاکا، Who were the individuals responsible for conducting this proceeding؟ که به برادر میگن کاکا. گیلانی بود که ریاست دادگاه رو داشت و دادستانشون هم لاجوردی بود. سازمان و بعد هم مسئول. به غیر از همسرم 21 نفر بودند که یک نفر از آنها یک خانم بود به نام نسرین و تماشاچیان هم خانواده های حزب اللهی بودند که از شهر آمل آورده بودند. حرکت مارکسیستی درست علیه انقلاب ماست. ما چنین اعتقادی نداریم و در هیچ یک از عناصر اصیل انقلابی ما هم چنین طرز تفکری وجود نداریم. لذا ما جدمیت ایشان از نظر این دادسرا محرز و مسلم و از محضر ریاست محترم دادگاه عدل اسلامی تقاضای صدور رأی شرعی و اشد مجازات را علیه متهم دارم. دادستان انقلاب اسلامی مرکز، سه دستور الله لاجورد. They came forward with two points in their mind. One, to destroy the existing judiciary and replace it with an Islamic Sharia judiciary, with Ayatollah Khomeini as the supreme jurisprudent, which puts him above the law and above the constitution. Dr. Matin Daftari, you were the vice president of the Iranian Bar Council in the very first months of the Islamic Revolution in 1979. I was, until I was forced into hiding for my protests and for reporting the human rights abuses of the newly established regime. Thank you. Now, I would like to
address some of the specific crimes under the Sharia law. Could you explain to the tribunal the definition of muharrabe, being waging war against God, mufsid fil arz, which refers to the corrupt on earth? Well, muharrabe does have some sort of description in the actual law of Islamic punishment. And it includes crimes to people taking up arms against the existing order. But mufsid or corruption on earth does not have any understandable actual definition in the law. The definition is left to the judges to decide. Four types of punishments are prescribed: death, crucifixion, mutilation of the right hand and the left foot, and banishment, which they have interpreted as being imprisonment of not less than 1 year pending the repentance accepted by the Sharia judge by the prisoner, which this could extend to many, many years of imprisonment. And in this very same law, it allows collective condemnation of people. This was elaborated by the chief justices in Iran, saying that Ayatollah Khomeini has made things very easy for us. Because if an organization which has taken up arms against the existing order, all people connected to it, any supporters or any associates, they would all be held responsible for the crimes of the organization. This means that any individual which belonged in groups that were covered by those fatwas could be executed without any further inquiry. Is that correct? That is correct. Thank you. Thank you. We stand adjourned until 9 o'clock tomorrow morning. All right. در این لحظه به پایان اولین روز دومین مرحله دادگاه مردمی ایران تریبونال رسیدیم. دادگاه فردا ساعت 9 صبح ادامه پیدا میکنه و جا داره که در این لحظه به خودم اجازه بدم که از همه شما عزیزان دعوت کنم که با اطلاع رسانی در مورد این دادگاه مردمی ما رو در افشای این جنایت هولناک و در دادخواهی، در این دادخواهی برحق یاری رسانید. بعد از آزادی از زندانم همه تلاشم رو معطوف کردم به اینکه صدایی که خاموش شد رو پشتوانه بدم، صدای قتل عام شدگان رو، صدای شکنجه شدگان رو. حالا وظیفه وجدانی منه امروز صدای اونا باشم. خاطرات زندانم از زندانهای مختلفی که بودم، این در واقع زندان اوین هست و گوهردشت و بین سالهای 60 تا 62 و این زندان قزلحصار هستش. یه کاری هم هست در اینجا به عنوان سازمان ملل متحد و نقض حقوق بشر در ایران و اینکه چجوری ایران دولت جمهوری اسلامی فریبکاری میکنه، گزارشات نادرست میره با میده به نهادهای بین المللی و با اسناد و مدارک اونها رو بردن. زندان ها رو در واقع سعی کردم تو اینجا بکشم با جزئیاتشون، همین نقاطی که توش اعدام ها اونجا صورت گرفته یا شکنجگاه ها بوده. همیشه در فکر این بودم که روزی اینها رو به مراجع بین المللی تحویل بدم، به اونها توضیح بدم که در کجا و به چه شکل این جنایت سازماندهی شده. طی این سالا یکی از تلاش‌های من مشخص کردن هویت افرادی بوده که تو این جنایات به طور مستقیم دست داشتن، چرا که اسامی واقعی بعضی از اونا همیشه مخفی نگه داشته شده بود. هدفم هم
به نمایش گذاشتن چهره این جنایتکارا هم برای مردم ایران و هم برای افکار عمومی بین‌المللی بوده. به خاطر اینکه همه اون جنایتکاران ارتقای مقام گرفتن، پاداش گرفتن، پست‌های بالاتر رو اونها گرفتن و اهرم‌های قضایی، اهرم‌های سیاسی در دست همون هاست. برای نمونه 3 ماه پیش شماره تلفن مجید قدوسی رو پیدا کردم. فکر کردم بهش زنگ بزنم، دعوتش کنم بیاد تو دادگاه ایران تریبونال شرکت کنه. الو حاجی آقا قدوسی؟ ببینید اسم شما به عنوان کسی که در سال 67 مسئول اعدام در زندان اوین بوده مطرح شده، همچنین به عنوان دادیار و کسی که مسئولیت در شکنجه و کشتار در دهه 60 داشته مطرح شده. حالا این امکان برای شما هست که از خودتون دفاع بکنید. اینکه حالا چطوری میتونید شما در دادگاه شرکت کنید؟ بله. ببینید من خودم شما رو در زندان اوین دیدم. خودم شما رو در هنگامی که بله شما خودت منو دیدی؟ شما خودت همه شاکی؟ خودت دیگه شاکی؟ چی شده؟ خب عرض میکنم شما در سال 67 مسئول اعدام کردن زندانیان بودید. حالا تو اعدام شدی؟ من نشدم، اما اگر شده بودم که نمیتونستم به عنوان شاکی بیام در دادگاه شرکت کنم. تو میگی خودم یکی از شاکیام، تو خودت الان اگه شاکی، اگه اعدام شدی تو شاکی باش، هر بری شاکی باش. مثل سیاهی هم دروغ بودی. یه دوست داری زیبایی خودت مطرح کنی و معروف بشی، بلان بشی. خوشحال این که از دهر ایما الان دونم با این شدوی دیگه نوری برسی. خوبه؟ رسیدی دیگه. شنیدی؟ الو؟ الو بینندگان عزیز سلام، در دومین روز مرحله دوم دادگاه ایران تریبونال هستیم، دادگاهی که توسط جمعی از خانواده های جان باختگان سر رو دارید؟ صداش خیلی ضعیف میاد. صداش خیلی از دور میاد. احتمالاً دوربینای دیگه. بذار یه دقیقه صبر کن ببینم تو خودت چی میگی. صداش خیلی ضعیفه. میتونم صحبت کنم؟ الان ما تونستیم مخاطب خودمون پیدا کنیم. ما دیروز بیننده میلیونی داشتیم. حقایق پنهان دهه 60 در حال آشکار شدنه و دیگه هیچ قدرتی نمیتونه این جنایات رو روش سرپوش بذاره و پنهانش کنه. مام، وی ریدی ون یو آر. میستر سروستانی، این یور استیتمنت یو تل that you lost your brother Rostam in a mass execution in 1982. But the purpose of having you here is to show some of your video recordings. Is that correct? بله درسته، شغل من فیلمسازی مستند هست. فرصتی به وجود اومده بود برام که به عنوان خبرنگار توی ایران برم ایران و از این فرصت استفاده کردم و دنبال این بودم که ببینم کسی شاید پیدا میکنم اجساد رو قبر کرده باشه. خواستم که نشون بده که این اعدام ها صورت گرفته و کجاها دفن شده. این قبرکنی که خواهید دید من باهاش صحبت کردم یک سری اول سال 2000 و قبول نکرد باهام مصاحبه کنه، قبول نکرد جلو دوربین بیاد. من دوباره 5 سال بعد، در واقع سال 2005 دوباره رفتم که دیگه اون موقع بازنشست شده بود و رفتم سراغش و خواستم که مشاهدات خودش رو توضیح بده.
Thank you very much, sir. We can watch the first video clip now. این ردیفو همهش است. این ردیفو همهش کلن ادامیه. این ردیفو کلن ادامیه. این ردیف تا بره بالا همهش ادامیه. از تا بره بالا ادامیه. همه جوان دیگه بیشتر از 20 سال نداشتن. روز میگردن دستور میدن برای قفل کندنش. شوها میگردن دستور کردن. خیلی خاک. خیلی داخل همین ها خواهی شده. ولی شما میدونستین اینا ادامیه؟ خواهی یه کسی که با گوله کشتنش مشخص نیست که ادامیه. موقع خلخالی هفته و غروب بید اومد. صبح ساعت 8:60 ادامه داد تحویله. یعنی از شب تا صبح؟ 60 کشته بیدم. 60 نفر کشته بیدم. 60 کشته بیدم. البته تو قطعه های بالا خواهی شدن. که مثلا 5 تا، 4 تا، 10 تا جوون از دست دادن. جوون خاک کردن که با خدا اینگاه یه شاخ شمشادی. ما نمیتونستیم با کسی حرف بزنیم. گفتن اصلا نباید شما صحبت کنیم. حق صحبت کردن نداریم. میدونین حق صحبت کردن رو نداریم. خیلی جوون خاک شد. خیلی جوون خاک شد. آدم شرمش میشد نگاه شد. یه زن و فضوله جلوش اصلا حرف نزن. جلوین میگه حرف نزن. من تو این 8 سال زندانی که بودم تو این زندانهای مختلف سخت‌ترین دورش مجرد 3 قزل حصاره، سلولای انفرادی. ما به خودمون اون موقع میگفتیم ما اگه یه روزی از این جهنم آزاد بشیم و به مردم بگیم 37 نفر در بسته در سلول 2 و 40 در 1 و 60 6 تا سلول اینور 6 تا سلول یعنی 12 نفر یه چیزی بوده 450 نفر بودن 37 نفر در این تو چجوری بود 2 نفر رو پنجره میشستن یادم نیه بلبل میگفتیم 2 تا پتو میگرفتن تو اون زمستون 60 ببینید ما 2 نوع شکنجه داریم یه شکنجه ای هست که تلاش میکنه که انسان رو نابود بکنه یعنی فرد و فیزیک انسان رو نابود بکنه اما شکنجه دیگه ای هست که تلاش میکنه انسانیت رو از بین ببره. شرایط زندان قزل حصار تلاش کردن انسانیت رو از بین ببرن. In September 1983, were you and a number of others taken from the room in which you were then held and moved somewhere else? Yes. Who took you there or instructed you to go there? He said that I'm going to send you to a place that even for having water or going to wash them, you have to ask for permission. And a place that you cannot talk or do anything till you break down. And was it in this room that the so-called coffins were created? Yes. If the court will permit me, in order to deal with the matter swiftly, coffins were created by boarding about a meter high or something of that order, 2 meters long, that were fixed perpendicular to the wall at intervals of about 80-85 centimeters. Each inmate had a space of 80 or 85 centimeters by 2 meters to occupy. Yes. How many hours a day did you have to sit facing the wall? 14-15 hours. And were you able to see anything? No, we were blindfolded 24 hours all the time that we were there. And we could not move. We had to sit or lie down during the night. When you were sitting, we could not lean on anything. And no sound should come out of any of us. Total silence.
actually recreating his space. Then after a while, you really felt that you were the only one there. For Warden himself, how did he describe these cell-like units? He would call these our graves, our coffins, our boxes. He would call the whole thing, this is his machinery. Is a factory to create the tabots, that means the supporters for regime. And he would come to the room and walk around in the middle and start meeting people and say, this is my American boots, my cable is Israeli, and these boxes are coming from England. He believed that he would break us down so completely here that we would change and become genuine supporters of the regime. First moment he was completely silent, but then they started to broadcast religious programs and interviews of former friends and other prisoners, that they would come and confess and they would declare themselves to be a tapot. Very, very lengthy and emotional and disturbing interviews. Explain please to the judges how it was you were able to keep sane and maintain your sense of identity. The first couple of months, I tried to not listen to any of the propaganda. Slowly, I noticed that I could not remember a lot of things. I tried to remember the face of my son and my mother. I had only one picture. That scared me and I started to look at my hand from underneath of my rifle and try to say who I was, where I came from, and intend to listen to all the concerns and try to give counter arguments. Sometimes I look at that sensory deprivation, the coffin, and I say that I grew up there. And I went in, I was 19, and had to face all of those things that was coming to me and resist it. In that process of resistance, I grew up. I became who I am today. But at the same time, I see the people that I lived with side by side for years, and they either have died or they lost their psyche, they lost their sense of being who they were and turned into zombies. And it makes me worse and it makes me چهار مرتبه رفتم سلمونی. خیلی سختم سلمونی رو میشینم. فکر کنم که چون قاره بچه هایی که سرمون میزدن شهست طرف ادام شدن. مصطفی اسفندیاری. آها مصطفی یادش. بله اونم مصطفی رو کتا میکرد. سرمون در کامپیوز عطایی بود، بعد یاد عبدالریزه بود. حسام چی؟ حسام صاحبی داشت این کسی یاد بگید حسام بود دین حسام بود. حسام هم چیز شد، شست هم زدن. جلال که از ازی میگوند. جلال خوب میزن، قبلا هم میدوند. یادم بند چهار که رفتیم، اول همه تا اومد من دید. آره ما چون چقدر چیز اینا، اول از همه اومد دستم رو گرفت. به زور بردم تو حیات، سرمو بزنه. برای همین خیلی سخته. هر موقع میرم زیر سلمونی میشینم
همهش یاد رو میکنم بکنم برهنه خیلی راحترم که سرمو بیان تو بزنی یا تو همون باشه حس اونجا رو دست میده The next witness is Mr. Mehdi Memarpour. Now, from your statement, I understand that you were imprisoned in Iran in the year 1981 for about 6 months. Is that correct? بله. یک فرد کاملاً به اصطلاح نیوترال خودم بازگو میکردم که من اصلا با سیاست کاری ندارم و اصلا خوشم نمیاد با این چیزا و همش توی این زمینه بودم. If I understand correctly, you talk about pretending to be innocent and that this was considered as you being a tawwab. What did they ask you to do to prove that you are really genuinely a tawwab? یکی از این دفعاتی هم که اومدن تو من صدا کردم و من وایستادم و رفتم جلو وقتی رفتم جلو اول گفت که توبه کردی گفتم بله گفت اگر یکی از کسانی رو که دادگاه تشخیص داده که باید اعدام بشه بخوان اعدام کنن تو اعدام میکنی گفتم بله همونطور که میگم من که نسبتا جدیدتر بودم بچه های دیگه میگفتن که این سوال همش بلوفه و فقط دادم باید بگه بله و بعد میام تو And then did it really end with you just saying yes? متاسفانه کفایت نکرد بلکه منو به خودشون بردن بعد از اینکه چند قدم رفتیم از اتاقهای دیگه هم چند تا رو برده بودن سواری مینیبوس کردن و بردن سر محلی که اعدام میکنم ابتدا من همچنان همه فکر میکنم ولی من همچنان همش فکر میکنم که دارم بلوف میزنم دارم در واقع امتحان میکنم ببینم ما تا کجای چیز میزنیم ولی دیدیم که رفتیم توی صحنه که یه سری آدم ها پاسدارا ردیف آشدادن با ماسکه که روی سرشون بود که ما باز کردیم بعد مینیبوس های بعدی اومدن سه تا چهار تا مینیبوس بودن که اومدن اون کسانی که اومدن کسانی بود که قبل اعدام بشن و به صف جلوی پاسدارا به فاصله 4-5 متر کنم قرار دادن شد من پشت اون پاسداری که وایساده بودم و دو طرفش یه این طرفش یه دختر بود که خب رو پوش تنش بود و روسری سرش بود و چشماش بسته بود اون طرفش یه پسر بود یه پسر بچه واقعا میتونم بگم 13 سالش نبود 14 سالش نبود بچه بود سه چهار نفر بعد از اون باز یه بچه دیگه Take your time. We understand that. It is very hard. We can have a pause if you need one. Are you able to continue? بله. این تصویری که من 27-28 ساله تو چشم هست میخوام که بگیم بعد از این مدتی که گذشت گفتن که اون کسانی که پسر پشتشون بایستادیم بریم به طرف پاسدارا ما که عقب بایستاده بودیم رفتیم جلو و به پاسدار که رسیدیم گفتن که دستمونو بذاریم روی دست پاسداره و این انگشتمون روی انگشتی که ماشه رو فشار میده من هم این کار کردم بعد
دست رو شلیک اومد و شلیک شد. بعدش مردک شروع کرد که آره ای تو فشار ندادی دست تو. من دیگه گذاشتم رفتم آقل همه جنگزه ها اونجا رو افتادم. یکی اومد شروع کرد تیروی خلاص دادم. اینقدر تعدادشون زیاد بود، اینقدر تعدادشون شاید بگم یه رو داشتی این خلاص میزد. نمیم بیشم یه ساعت نمیم چه مندتیم اونجا بودم و بعد از اون دیگه چی یادم نیست. میتونم بگم بعد از اون یه دیوار داری خودم کشیدم که اون دیوار هنوزم دورم هست. من آدمی بودم که توی سنای جوانیم یک بار رفتم ماهیگیری و همیشه یه زندگیم خودم رو سرزنش کردم که چرا یه دونه ماهی رو کشتم. حالا شده بودم یه آدمی که دستش به خونه، یکی از عزیز، یکی از کسایی که برای آزادی میخواسته فقط باورش آزاده بوده. من کسی بودم که دستیار قتل این آدم بودم و اینو تا آخر عمرم با خودم داشته باشم. Thank you so very much for your courage. I leave it to the honorable judges if they have any further questions. We have no questions. Thank you very much, sir. We stand adjourned until 9 o'clock tomorrow morning. All right. سعی من برای این بوده که موقعیت و تحرکات اعضای هیئت مرگ رو به طور مرتب دنبال کنم. یکی از آرزوهام همیشه این بود که بتونم با یکی از اونا دوباره روبرو بشم. پور محمدی الان رئیس سازمان بازرسی کل کشوره. وقتی سال گذشته متوجه شدم عازم یک کنفرانس بین‌المللی تو ژاپنه، فکر کردم این بهترین موقعیتیه که بعد از اون کشتارا میتونم باهاش روبرو بشم. بر صورت توی اعضای هیئتی که مأمور کشتار زندانیان سیاسی بود در سال 67، فعلا پور محمدی کسیه که میتونه در دسترس باشه، میتونیم ببینمش، میتونم باهاش برخورد بکنم، چون بقیه که نمیان خارج از کشور. پور محمدی موقعی که 20 سالش بود، اون دادستان بود و حاکم شهر بود و بعد تصمیم میگرفت راجع به جون آدم ها، وقتی که 20 سالش بود فقط. اولین باری که دیدمش تو هیئت مرگ بود. منم متهمی بودم که اونا میخواستن راجع به جونش تصمیم بگیرن. حالا فکرشو بکن بری قاتل رو یه بار دیگه ببینی، ازش بپرسی چرا دست به اون کشتار زدی. این سوال رو از کسی بکنی که مسئولیت مستقیم توی یکی از بزرگترین کشتارها داشته، کشتاری که با فتوای محرمانه خمینی در پایان جنگ 8 ساله تو تابستون 67 صورت گرفت. جنگی که با توسل به اون تونسته بود خواسته های مردم رو سرکوب کنه. زندانی های سیاسی کسایی بودن که اون خواسته ها رو نمایندگی میکردن. در شرایط جدید یه خطر بزرگ محسوب میشدن.
خمینی به همین دلیل فتوای قتل عام اونا رو صادر کرد. اینجاست قبرستان خاوران. اول که به ما گفتن اینجا لعنت آباده و اینجا مال محمود زکیپوره، اینجا مال پروین آبکناری که خودکشی کرد تو زندان، و این از انوشیروان لطفی. صبح ساعت 5 بود و بعد با چراغ قوه و اینا خاک بود دیگه، اینجا خاک شد، اینجوری که نبود که سیمان ریخته باشن صفر باشن دیگه. با دست با پنجولامو با بیلچه کندم، سطحی بود، همجور که میکندم تا چشمم افتاد به پیرهن انوش، خوب فهمیدم که خب از اون شناسایی که کردم درست. اینجا هم یک دست افتاده بود بیرون که یکی باز از خانواده من بود، دادن نمیدم کی داد زدن ای وای این چیه فلانه. بعد ما گفتیم ای پس اینجا باید، اونجا خب هنوز خاکا شل بود، همه مادرها شنگ و شیون کردن ریختن اینجا خاکا رو، پس زدن این بلندی رو تا اونجا یه مقدارش. البته هی یکی داد زد ای وای این حسینه، ای وای اون محسنه، ای وای. خیلی شناسایی کردن بچه هاشونو که بعد دیگه دیدیم دارن بازگشتی ها میان دیگه، خاکا رو ریختن روشون رو اومدن از گلای کشدار 67 از روز 7 مرداد سال 67 آغاز شد. به خاطر ارتباط با بند کنار از این روز پاسدار در حیاتو باز نکرد. زندانیان مجاهدین رو از چپ جدا کردن و توی بندهای جداگانه. ناگهان اومدن تمام امکانات بند رو گرفتن، ارتباطات بند رو قطع کردن. بلنگوهایی که دائم برای ما چیزایی که میخواستن پخش میکردن قطع شد. تلویزیون رو بردن، دیگه کسی رو بهداری نمیبردن، ملاقات ها رو قطع کردن. ولی وقتی ساعت شب 8:30 بعد از شام، نگهبان با یه لیستی اومد که در تقریبا اسامی 14-15 نفر از توی داخل اتاقی که ما بودیم، وسایلان رو جمع کردن و رفتن بیرون. نیم ساعت بعد همین نگهبان با یه لیست دیگه ای اومد، از بندی که 120 نفر بودیم 30 نفر 30 خورده ای رو که همون شب بردن، فردایش دو به دو شروع کردن به بردن ولی بدون وسایل. یعنی تا یکی دو روز تقریبا میشه گفت بند خالی شد. ما یک روز دیدیم که مرتب با مینیبوس کسایی رو از اونجا برمی داشتن می بردن توی اون سالونی که به سالن حسینی معروف بود که عمود بود به ساختمون بند ما. این زندانی ها رو می بردن و دیگه این مینیبوس خالی برمی گشت. یعنی هیچ موقع ما دیگه ندیدیم این زندانی ها رو برگردونن. And you subsequently discovered that it was at some point transit, is that right? Yes. We noticed that whenever they took groups of prisoners out, the guards would disappear from the whole board. So we would knock on the door and nobody would answer. They would come back at night time to open our door to go to the bathroom. And one night when they did this, we saw that one of the women guards running towards the bathroom, their own bathroom, and throwing up and saying that she can't do it anymore. And the other guard was telling her that you hear the warden, everybody has to be present. ما چون بند آخر بودیم این کرکره ها رو ما تریلی کامیون بزرگ تریلی که مخصوص حمله گوشت بود و دیدیم کامیون های یخچال دار که از پشت جایی پارک میکنن، معمولا هم شب این اتفاق میافتاد. کسانی رو ما میدیدیم که
ماسک زدن و مشغول سمپاشی جایی هستن. نیمه های شب ما صدای انداختن چیزی توی یک کامیون با اتاقک فلزی میشنیدیم که خیلی حساس شدیم. بعد از نیمه شب این اتفاق میافتاد. من شروع کردم به شمردن این ضربه ها که توی محوطه میپیچید. حدودا شبی 50-55 تا میشمردم. هیجان که خب بالاخره یک آدم داره. فکرشو بکن بخوای با یه قاتل روبرو بشی، کسی که توی قتل بهترین دوستای تو و عزیزانتش شرکت داشته، در صورت این هیجان رو آدم داره. اگه هر کسی خودشو بذاره جای من میتونه این حس بکنه که بعد از 23 سال تو میخوای قاتل رو ببینی یا میخوای باش رو در رو بشی. مالیک سامو حجبه توسرو اوکاکساما یو کوزو اوکوشی کودسای باشتا. 日本政府を代表して心から歓迎を申し上げます。Let me share a few words with you at this occasion of hosting the 12th Conference of Asian Ombudsman Association in Japan. چرا یه همچین کسی که دست تو جنایت علیه بشریت داشته راحت میتونه بیاد تو اجلاس های بین المللی اینجا و بره؟ اونم حالا توی جای توکیو که یه موقعی تو همین توکیو اولین دادگاه های کیفری بعد از جنگ جهانی دوم اتهاماتی که به اونها نسبت داده شده بود کشتن اسرا بوده در پایان جنگ. درست همین کاری که پور محمدی کرده. Thank you very much for coming today and extend my largest gratitude to all of you for your participation on behalf of the government of Japan. هنوز که متاسفانه نیومدن. نمیدونم شاید هم بعید باشه، شاید مثلا نیان نمیشن بخاطر که اینجا جشنه، در صورت ممکنه نیان چون اصولا توی جشن ها شرکت نمی کنن. مشروب میدن حالا چون مشروب میدن و از طرف دیگه احتمالا اینا با هیچ شادی و سرور اینا هیچ همخونی ندارن. احتمالا اگه مجلس اعضا بود حتما اینجا بودن. The different delegation who are supposed to be in this ceremony, now they are in another delegation. They're supposed to come at 7, but they have a... محمدی نایمده. محمدی نایمده. به جاش بلندی ها نایمده. میشناسم بشمم. این معاون امنیتی وزارت کشور تو دهه 60 بود. تمام شورای امنیت تو جلساتش اینم شرکت داشت. شورای امنیت کشور بوده، نقش مهمی داشته تو همه مسائل امنیت. از جمله میتونه تو کشتار 67 بوده باشه. ناامید شدی؟ نه، در صورت خود میتونم برم به اینا بگم. بالاخره میشه همه پیغامو به اون داد که براش ببره. همه جا میریم، اونها رو دنبال میکنیم.
پنجم شهریور ماه نزدیکای ظهر پاسدارا ریختن داخل بند، همه رو مجبور کردن که با چشم بسته به بیرون محوطه بند بریم. حدود 80 نفر بود بند ما. تمامی ما رو یک به یک بردن به نزد ناصریان دادیار مدیریت زندان و داوود لشکری. من رفتم تو اتاقی که داوود لشکری، این هنوز دادگاه نیست، اسم اینا رو پرسید، اتهام گفت مصاحبه میکنی، گفتم من 4 ماه دیگه حکمم مونده، با 8 سال زندانی؟ گفتم آره. گفت مسلمونی؟ وقتی گفت مسلمونی من یه جرقه تو مغزم زد، این سوال فرق میکرد با سوالای تو تمام این سالها. گفت مسلمونی؟ پاسخ من بود، گفتم من حاج آقایی مسئله باید تحقیق بکنم و تو زندان جای درستی برای تحقیق نیست. بعد به پاسدارا گفت اینو بفرست جایی که تحقیق کنه. اون دوستان به هر حال پاسخشون به گونه ای بود که برگشتن به بند. بقیه ما که بردن به یک طبقه بالا و داخل اتاقهایی کردن که این اتاقها اتاقهای در واقع بدون پنجره بود که هیچ منفذ هوا اینها نداشت. لحظاتی بعد یکی از پاسدارا در رو باز کرد، در به سختی باز میشد، مثل نعل قصب اینجوری ما نشسته بودیم. گفت 10 نفر اول به نزد هیئت. چون من اولین بار بود که کلمه هیئت، اون بیدادگاه ها در واقع اسم دادگاه هم نبود که شما تصور بکنی یه اتفاقی داره میفته، اون هیئت. پایین هیچ کدوم ما هم تمرکز نداریم که این هیئت اصلا چه هیئتیه. موقعی که اونجا نشستم سوال هایی که کردن اول این بود که گروهت رو قبول داری؟ گفتم بله. و بعد شروع کردن سوال هایی در مورد اینکه آیا مسلمون هستی یا نه. گفتم مسئله مبارزه با مذهب نبوده، مسئله من مبارزه سیاسی بوده. و بعد اومدن سراغ اینکه آیا نماز میخونی یا نه، که من گفتم نماز هیچ موقع نخوندم، الانم نمیخونم. که منو بردن بیرون نشوندن و گفتم برای هر وعده نماز که 5 وعده در روز در اسلام در نماز بخونی 10 ضربه کابل باید بخورن. من رو 10 ضربه کابل زدن برای نماز مغرب. بار دیگه اومدن پرسیدن که برای نماز عشا، نماز آخر شب، آیا حاضرین نماز بخونین؟ که باز ما گفتیم نه. ناصریان برد توی سلول، گفت که اینجا تناب هست، شیشه هست، از خودتون پذیرایی کنین، اگر میخواین خودتون رو بکشین. صبح زود شد، اومدن برای نماز صبح، باز دوباره 10 ضربه به هر کدوم از ما زدن. این بار من بودم و جلیل شهبازی. ظهر که ناصریان اومد و ما را کشان کشان با پاهای که نمیتونستیم راه بریم ما را بردن دوباره دادگاه. این بار که من و رفتم در مقابل دادگاه، من پاهامو نشون دادم، بهشون گفتم که اگر اسلام این هست من مسلمون نیستم. این بار من رو بردن تو سمت چپ دادگاه. آخر شب بعد از اینکه 3-4 گروه رو بردن و هر لحظه منم منتظر بودم، دیدم که ما رو نبردن، من و جلیل ما موندیم. و موقعی که هیئت اومد از در بیرون، گفتن که اینا رو فردا به کارشون رسیدگی میکنیم. جلیل شهبازی گفت که این شرایط رو من دیگه نمیتونم تحمل کنم. یکی از همین شیشه های مربع رو از توی همون سلول برداشت، موقعی که بردن برای دستشویی توی توالت شکم خودش رو پاره کرد، رگش رو زد، نمیدونم، ولی اونجا کشته شد. Thank you.
سازمان بازرسی اومدن و تا ایشون نیومده بودن موجب دلیل خاصی داره؟ نه تو محمدی تا ایشون رو نمیره معمولا چون تو اجلاس بیشکک بودن ایشون اجلاس قبلی بیشکک بودن مثلا شاید فکر شدن به خاطر چون اسمشون به عنوان یکی از اعضای هیئت تو کتاب آیت الله منتظری در با سال 67 اعدام های سال 67 اسم ایشون به عنوان یکی از اعضای هیئت تو اینجا اومده بوده چون اصلا شما خب اون موقع معاون امنیتی وزارت کشور بودید چون در اصلا شما 3 دهه توی این مثلا امنیتی بودید و اطلاع دارید خب حال شما که اون موقع تو دولت بودید چی اطلاع نداشتید؟ شما معاون آقای محتشمی بودید آن چیز اتفاق افتاده بر اساس رأی دادگاه ها بوده بله دادگاه هم یه جنبه قانونی داره بله بنابراین نمیشه ایراد گرفت. حالا شما به عنوان مسئول چی؟ به عنوان شهروند چی؟ شما چی؟ شما اونا رو تایید می‌کردید مثلا همون اعدامای سال 67 رو؟ شما قبول می‌کردید. حالا فکر نمی‌کنید یه موقع ممکنه مثلا در یک دادگاه مثلا بعدها یه دادگاه بین‌المللی یا ملی بعد بخواد مجبور بشه به این چیزا پاسخ بده؟ خب بعد دادم چش کنه؟ بعدم پاسخ شما غذا نمیخورید؟ چرا؟ الان دیر نمیشه. نه مرسی. نه متشکرم. مرسی. خواهش میکنم بفرمایید. نه خیر. نه من سوئد نیستم. سوئد هستم. بله. خیلی ممنون. شما چی؟ شما از ایران اومدی؟ شما کنی؟ حتما خودم خوشحال بودم این از خیلی ترجیح میدادم از خود آقای پور محمدی این سوال رو بکنم چون من تو سال یعنی در واقع چون تو سال 67 من ایشون رو خودم دیدم که حتی خیلی از مسئولین نظام هم سعی میکنن فاصله بگیرن و بگن ما نمیدونستیم ما اطلاع نداشتیم بگیرن میکنم ایشون رو بگیرن یعنی تایید میکنن همیست و چرا مثلا تو ایران هیچ موقع از این سوال نمیشه مگر این کار مثلا اگه غلطی بوده چرا ازش دفاع نمیشه یعنی بالاخره ایشون هر کاری که تصمیم گرفته با اعتقادش گرفته خب من اینکه بشه بحث کنم من میام ایران شما الان یه ویرا شما هم سری صحبت می‌کنید؟ من چرا نمی‌کنم؟ من ممکنه همینطوری صحبت بکنم. بل من که من تو زندان دیدن چجوری باهاش صحبت کردم. ولی چی هست؟ دنبال این نمی‌خوام. خودشون متولی هم قبولن حالی که جمهوری اسلامی مثلا این کارو کرده. جمهوری اسلامی اگه کاری هم کرده بر اساس قوانین خوش کردی می قبول داره قوانینش. همین مادرها قبر بچه‌هاشون رو نمی‌دونن. چه کجاست؟ شما اگه بچه خودتون نمی‌دونید چی؟ واقعا برای هر نظامی خاوران ننگه یا داشتن خاوران ها در اصل دنیا آخری ببینید خیلی کسا صدام حسین یا محمد قذافی اینا همه افرام کردن بودن آقا بودن همه مثل موش میگیریم فلان میکنیم ولی بعد همه مجبور شدن بیان جواب بدن در مقابل یعنی انظار بین المللی یا دادگاه های بین المللی میلوسوویچ نمیدونم الان دنیا با اون موقع فرق کرده هفتم و هشتم شهریور دادگاه در زندان اوین تشکیل می شد. تو این 2 روز تمام خبرها رو ما از بچه هایی که زنده بودن خبرها رو با مرس گرفتن. فهمیدیم که خطر اعدام جدی است. رفقا دادگاه های انگیزیسیون تفتیش عقاید بچه های بند 20 و 7 مشغول نوشتن وصیت نامه هاشون هستن دار می زنن نهم که دادگاه دوباره تو بوهردشت شروع شد ناصریان یکی یکی از بند آورد بیرون می پرسید مسلمونی؟ طرف می گفت آره
درست که جواب ما این نبود. سه روز قبلش اولیو برد گفت آره، دومیو برد آره، همینجوری برد. من شاید دفعه دهم بودم، رفتم بیرون همین جوابا رو دادم. بعد شروع کرد ناصریان با مشت و لگد با پاسدارای این ده نفر رو بزنه، فرستاد تو، گفت با فوشای خیلی رکیک که از کجا فهمیدین. چشمش واقعا خون گرفته بود. ناصریان میره دادگاه میگه اینا که جداشون کردیم، جواباشون مسلمونی نبود، سه روز پیش اینجوری میگن. و اونم اینا کشتنشون رو مرتد فطری بود. موضوع اصلی کشتار تابستان 67 سریتش بوده. یقین کامل دارم بسیاری از دوستان ما که ترابه دار به گردنشون افتاد تا اون لحظه متوجه موضوع نشدن. تماما بر فهیم استوار اون سال مجاهدین رو پرسش هایی رو مطرح کردن که محاربه با خدا از توش استنتاج بشه و ببینیم بهانه اعدام شدن. پرسش کلیدی از چپ‌ها و مارکسیست‌ها آن بود: مسلمان یا مارکسیست؟ پاسخ به این سوال سرنوشت مرگ و زندگی رو رقم می‌زد در اون لحظات. تمامی کسانی که سخنشون دفاع ایدئولوژی تلقی شد امروز در خاوران آرمیدن. سه نفر که دادستان باشد و رئیس اطلاعات رو داشته ده که اکثرشون هم گفتن خوری اینا سر مدن اعدام کنی. عکس العمل شما چی بود وقتی در جریان اعدام؟ از که من روز نامه نوشتم با اطلاع خمینی اعتراض میشه که نامه ننوشت. من نامه نوشتم اعتراض کردم، بعدش اون قاضی و دادستان و اینا رو اینجا اعدام کردن، گفتم حالا محرم پس دیگه نکشید. Who is Ayatollah Montazeri؟ قرار بود که آیت الله منتظری بعد از مرگ خمینی جانشین اون بشه، اما به دلیل اینکه آیت الله منتظری نسبت به اعدام‌های تابستان سال 1988 اعتراض کرد، از بعد از اون منتظری رو زندان خانگی کردند. از منتظری دو بار ما گرفتیم که در واقع سال 2002 بود، سری بعد 2008 بود. این برای من مهم بود که برام توضیح بده که اصولا دستور اعدام های تابستان 67 از طرف کی صادر شده. روز پنج شنبه نوشته بودم، روز شنبه دست من تو قم رسید که توش نوشته بود اینا رو اعدام کنید و چطور اینا. و او گفت الان ما چه کنیم با این نامه؟ اما کسی که جلوتر تو زندان بوده دو سال یا سه سال محکوم شده، حالا برای این که ازش بپرسیم تو هنوز سر موضعی و فوری بذاریم اعدام بکنیم. من اون روز هم به امام نامه نوشتم، بعد هم همین آقایون محمدپور محمدی و اشراقی دادستان و دیگه میاد و چهار نفر بودن نیری قاضی که من اعدام کردم. گفتم حالا محرمه دیگه، اولا تو محرم دست میگرد. بعد نیری گفت ما را 700 نفر رو تو اوین الان مهیا کردیم که اینا را اعدام کنیم. یه هنچه من دارم میگم تو محرم اعدام نکنیم، مثل که من تو خاطرات همه اینا هم با صحبت من خطایی تو من گفتم با هم. Thank you.
I'm advised that, to ask you if you'd be more comfortable standing. Are you comfortable sitting, or would you rather stand? And if you need a break at any time, please tell the judges. No. Edelman. Thank you. Can you now please tell us about your own encounter with the death committee? من اولین سری تقریباً اولین نفر بودم بین افسر نگهبان و مسئول امنیتی زندان، چون بدون اجازه مسئول امنیتی زندان ما رو آورده بودن. اتوریتش خدشه‌دار بشه، به خاطر همین دستور داد ما رو برگردونن تو سلولامون. به این ترتیب ما اون روز جان به در بردیم. و بعد روز 15 مرداد من دوباره به پروسه کشتار برده شدم. 15، 18، 21، 22، 25 من تو راهروی مرگ بودم. همه روزهایی که هیئت مرگ در زندان گوهردشت مشغول اعدام زندانیان مجاهد بود، من در راه روی مرگ بودم. و از اونجایی که لنگ به چشمم بود، به جای چشمبند توی راه رو نشسته بودم، همه چیز رو از نزدیک می دیدم و شاهد همه مسائل بودم. واکنش پاسداران، واکنش هیئت، واکنش زندانیان. و از صبح اول صبح تا آخر شب من اونجا. Shall we look at the pictures of some of the people on the death committee that dealt with your case? Picture 13. Nayeri, was that one of the people? Was he the head of the death committee? الان در واقع معاون قضایی دیوان عالی کشور، Supreme Court of Iran. Picture 14, please. Yes. Eshraghi, was he on the death committee? Prosecutor of Tehran in 1988. Later the head of a branch of the Supreme Court, but now retired. بله. ایشون الان دفتر وکالت توی تهران داره. Picture 15, Raisi, Eshraghi's deputy in 1988, now deputy to the head of the judiciary. بله و در واقع رئیس قوه قضاییه. و بالاترین مقام قضایی رو داشت در سال 67 و تصمیم میگرفت راجبه. And finally, picture 16, Mohammadi. بله, was he on the death committee? Yes. الان ایشون اون موقع نماینده وزارت اطلاعات و معاون وزارت اطلاعات بود. الان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هستش و قبل از اون وزیر کشور بود. You have documented very accurately these human rights abuses, and as I understand it, you have made representations firstly to the European Parliament, secondly to the United Nations. Could you please tell us precisely to whom you address these representations? بارها و سالها در کمیسیون حقوق بشر، سو کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل از سال 1996 تا 2001 شرکت کردم. در اونجا صحبت کردم، در مقابل کمیسیون و سو کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شهادت دادم. به دفعات در با گزارشگران موضوعی تماتیک راپورتر ملاقات کردم. بارها در کمیسیون، در سو کمیسیون حقوق بشر، سالها در پارلمان اروپا، چه در استراسبورگ چه در بروکسل شرکت کردم. با بسیاری از پارلمانترها دیدار کردم، وضعیت رو بر اونها توضیح دادم و تلاش کردم موثر باشم در تصویب قطعنامه‌های نقض حقوق بشر توسط پارلمان اروپا در ارتباط با ایران. As a result of all that, do you feel there's been any effective action taken by any of these bodies? در صورت در اون حدی که انتظار میره و در اون حدی که وضعیت نظر و بشر در ایران هست، نه، هیچ موقع نشده. هیچ موقع نهادهای بین المللی به کشتار زندانیان سیاسی، به قتل‌عام زندانیان سیاسی نپرداختن و در واقع جامعه بین المللی به وظیفه خودش در این رابطه عمل نکرد. Thank you very much. Thank you.
This is an interim judgment prepared following a three-day hearing. The evidence speaks for itself. It constitutes overwhelming proof that systemic and systematic abuses of human rights were committed by and on behalf of the Islamic Republic of Iran. However, Iran's responsibility does not exclude individual responsibility of the perpetrators themselves. The tribunal recommends that the Human Rights Council of the United Nations establish a commission of inquiry to investigate these atrocities, and that individual states implement their obligations under international law to pursue individual perpetrators and hold them accountable for crimes against humanity. The tribunal wishes to thank all the organizers and witnesses for their extraordinary initiative. May your example serve as a model for other victims of human rights abuses across the globe to claim their rights under international law and succeed in getting the world to listen to their plight.